سلام برادر خواهر عزیز، مهمونای عزیز. امروز میخوایم بلافاصله بریم توی کلام خدا. هفته گذشته که همینطور که با این کلام شروع کردم که گفتم که تفاوت مسیحی با دینها و فرقه های دیگه چی هستن، فقط و فقط روح القدسه. تمام فرقه های مذهب هایی که وجود دارن، اونجا قانون هایی هست، شریعتی هست که برای ما می نویسن چه کارهای انسان باید انجام بده. و خوبیه مسیحیت یا خوبیه این عیسی مسیح که آمد در این دنیا اینه که نه روی ما برای ما شریعتی بنویسی چه کارهایی ما باید انجام بدیم، بلکه ما رو آماده کنه که دریافت روح القدس خودش بکنیم. و این روح خداست که ما رو زنده میکنه. و اکثریت که اینجا هستین که ایمان آوردیم به عیسی مسیح، ما میدونیم که ما تولد تازه رو به دست آوردیم، پسران یا دختران خدا شدیم به وسیله روح القدس. آمدن عیسی مسیح در این دنیا، به دنیا آمدن عیسی مسیح، زندگی کردن او و مرگ او، قیامت او، صعود عیسی مسیح، فقط و فقط برای یک هدف بود که خدا روح خودش رو بریزه و این روح خدا نیاد فقط دور ما بچرخه، بلکه در ما ساکن بشه. و این بزرگترین، بهترین، زیباترین، پرشکوه‌ترین چیزی است که یک انسان میتونه دریافت کنه، روح خدا. و زمانی که روح خدا میگم، هفته گذشته توضیح دادم که روح فقط برای یه چیزی نیست که اصلا هیچ شناختی نداشته باشی، یعنی نمیدونی اصلا چه کارهایی میکنه. ما هفته گذشته آشنا شدیم و توی کتاب مقدس هم میخونیم روح خدا شخص سوم تثلیثه، شخصیت داره و این شخصیت میخواد با ما ارتباط برقرار کنه. در یوحنا، انجیل یوحنا باب 14 از آیه 15 تا 18 که میگه که اگر مرا دوست بدارید، احکام مرا نگه خواهید داشت و من از پدر خواهم خواست و او مدافعی یا تسلی دهنده دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما باشد، یعنی روح راستی. روح راستی که جهان نمیتواند او را بپذیرد، زیرا نه او رو میبیند نه او رو میشناسد، اما شما او رو میشناسید چرا که نزد شما مسکن میگریزند میگذیرند یا و در شما همیشه خواهد بود. شما رو بیکس یا یتیم نمیگذارم، بلکه نزد شما میآیم. فقط این سه تا آیه هایی هست و آیه های زیادی هست که در یوحنا باب 14 و همینطور هم 16 که در مورد عیسی مسیح اینجا صحبت شده، که در مورد روح القدسه که چطور خدا همه چی رو آماده میکنه که روح راستی رو، روح خودش رو برای ما بفرسته که در ما باشه، در ما سکونت کنه، زندگی کنه. سکونت یعنی چیزی هست که ربطی به رابطه داره، ربطی به فقط یه قدرتی چیزی نداره. هفته گذشته در این قسمت هم بیشتر توضیح دادم، بلکه بخواد در ما سکونت یعنی زندگی میکنه و همینطور هم با ماست که بتونه ما رو هدایت کنه. ما تو این یه زمانی زندگی میکنیم که فکر میکنم و مطمئن هستم خدا میخواد بیشتر و بیشتر در این زمان آخر ما با شخص سوم تثلیث آشنا بشیم. شاید چیزایی شنیدین، ما تعلیمایی میشنویم از روح القدس، فقط برحال چیزایی تئوری فقط ما بشنویم و بدونیم که در اعمال رسولان روح القدس چطور کار میکنه، چطور عمل میکنه، چطور معجزه هایی میکنه و چطور قلبا رو عوض میکنه. همه چی خیلی عالی، خیلی خوبه، فقط تا من حیات به دست نیارم، تا یک مشارکت صمیمانه با او نداشته باشیم، فایده نداره. به این خاطر همه چی فقط تئوری میشه و بعد از این مدت شاید میتونم بگم که خیلی خوب میتونیم در مورد روح القدس توضیح بدیم، فقط تا ما وارد یه بخشی نشیم که با او ملاقات صمیمانه داشته باشیم فایده نداره. و به این خاطر هفته گذشتم صحبت کردم، گفتم قسم افرادی که اینجا نبودن سعی کنید دوباره این موعظه رو گوش کنین، تعلیم رو گوش کنین. اونجا فقط یه دوتا چیزایی هست که من اشاره میکنم که درست متوجه بشین، شاید دومین بار بشنویم. عیسی ظهور مکاشفه خداست
که میتونستن 2000 سال پیش افراد لمسش کنن و الان روح القدس مکاشفه نامری خداست. فرق نمی کنه، روح خدا اینجاست، چون خودش گفته که من روح راستی رو خواهم فرستاد و او در شما و با شما خواهد بود. آمین. سو همون روح راستی است که همون عیسی مسیح از هفته گذشته تقریبا این چیز رو گفتم به شما، این مثال رو تقریبا، مثل این که عیسی مسیح رفته بالا در دست راست خدا نشسته و الان روح خودش رو، یعنی خودش رو تکثیر کرده و تقریبا مثل این که چون روح القدس همون خدام هست که تمام خصوصیت های تمام ماهیت خدا رو داره، به این خاطر الان تصور کنین الان عیسی مسیح دائما 24 ساعت در روز در تو و با توست که تو رو هدایت کنه. و زمانی که با ایمان این چیز رو دریافت کنیم، دیگه هر جایی که ما هستیم باید آگاه باشیم روح خدا با ماست، روح القدس شخص سوم تثلیث یا عیسی مسیح با ماست. بعضی وقت هست توی ویدیوهایی هستن که توی فیسبوک میذارن یا جای دیگه، که یک بار بود که شخصی بود که مثلا کار میکرد، همون عیسی مسیح کنارش بود اونجا کمک میکرد و همینطورم یک چیز تو خونه یک مادری بود، نمیدونم یک کارهایی میکرد، بچه روش نگه میداشت و روح عیسی مسیح اینجا کنارش بود هدایت میکرد. بعضی وقت این چیزها رو، این فیلم ها رو نگاه میکنیم، این یک مثالهایی هست، میگیم چقدر عالی، چقدر زیبا، یعنی عیسی مسیح در همه جا هست. یک کسی بود که همینطور ملفو چی میشه که آشغالا رو چی؟ روس آشغال یعنی مأمور شهرداری، یعنی آشغالا رو اونجا میخواست چیز کنه، یعنی توی این ماشین بنزاره، عیسی مسیح اینجا کنارش بود و همینطور کمکش میکرد. و این فیلم ها رو که نگاه میکنه میبینی آقا چقدر عالی است. فقط ما آگاه نیستیم که واقعا عیسی مسیح کنار ما یا روح القدس کنار ماست هر جایی که میاری، حتی هم وارد گناه میشی، جاهایی که هستی که میری نباید بری، روح خدا اونجاست با توست. چون ما آگاه نیستیم، به این خاطر باور نمی کنیم، به این خاطر هم هیچ مشارکتی هم با او نمیتونیم داشته باشیم. و ما الان در یک زمان خیلی حساسی زندگی می کنیم عزیزان، همینطور که زمان قرنطینه هست، فکر نکنیم که الان چون کلیسا هم نداریم، بعضی وقت هست فقط اونجا یکم مشارکت داریم، هیچ ملاقاتی نمیتونیم داشته باشیم، فقط کلیسا باید بیاییم ملاقات داشته باشیم. نه، روح خدا کنار توست، با توست و اینجا و جاهای دیگه هم اینطور اینجا اشاره شده. تنها چیزی که ما باید دریافت کنیم اول اینه که باور کنیم و بطلبیم که با او، با این شخص سوم تثلیث اینجا رابطه داشته باشیم. به این خاطر زمانی که خدا همون روح خودش رو فرستاده برای اینکه یک ارتباطی با ما برقرار کنه، با ما مشارکت داشته باشه. ما معمولا هم که زمانی که دعا میکنیم، من میبینم که منم خودم هم تو دعا میکنم، ای عیسی مسیح میخوام تو رو ببینم، میخوام با تو ملاقات داشته باشم، با عیسی مسیح خیلی راحت میتونیم بگیم. و بعضی وقت هست که اشتباه میکنیم، عیسی مسیح رو در دست راست پدر اونجا بالا میبینیم، میگه من میخوام با تو ملاقات داشته باشم، من میخوام با تو ارتباط داشته باشم. و اینجاست که عیسی مسیح میگه که من به این خاطر روح خودم رو فرستادم، او با هست، میتونی الان اینجا با من ملاقات داشته باشی. فقط چقدر تو باور میکنی و چقدر تو دوست داری نه فقط اینجا بس کنی، بلکه ملاقات صمیمانه داشته باشی. و این کلامی هم که هست که امروزم و هفته های دیگه هم میخوایم در موردش هم فکر کنیم، احساس میکنم خدا میخواد با شما صحبت کنه. هفته گذشته نسرین هم روز پنجشنبه بود در مورد شراکت روح القدس با ما اینجا تعلیم داده، خیلی عالی، خواهش میکنم بتونیم برین اونجا. در این قسمت هم اونجا باز میکنه چقدر خدا میخواد، روح القدس میخواد با ما مشارکت داشته باشه، خیلی بیشتر از این که تو میخوایی. فقط همینطور متوجه میشیم که روح القدس اونقدر
بگم جنتلمن نسین دوست ندارد از این جنتلمن به خاطر این آهنگی که آمده که اینجا جنتلمن جنتلمن به این خاطر میگن زمانی که اینطوری اینو جنتل رول قدوش جنتلمن یه جوری به این سرود هدایت میکنه. به هر حال این سرود رو میگذارم کنار. واقعا بهترین جنتلمنی هست که حساس نگاه میکنه، تمام فکرای ما رو، تمام احساسهای ما رو درک میکنه. یا خداست او که عمق‌های خدا رو میشناسه، چقدر عمق‌های ما رو میشناسه. هنوز فکری تو فکرت نیومده او میدونه، هنوز کلامی به زبانت نیومده خودش میدونه و دوست داره با ما ملاقات داشته باشه و منتظره واقعا جستجو کنیم، بتلویم، دنبالش بریم. در دوم قرنتیان باب 6 آیه 16 اینجا میگه که زیرا شما هیکل خدای حی میباشید. من فکر میکنم همه ما خوندیم نه این چیزا رو، خیلی خوب میدونیم، نمیدونم چقدر باور میکنیم. زیرا شما هیکل خدای حی میباشید، چنان که خدا گفته که در ایشان ساکن خواهم بود یا سکونت خواهم گزید و در میانشون راه خواهم رفت. راه خواهم رفت یعنی روح القدس میخواد در ما سکونت پیدا کنه و با ما راه بره و خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهم بود. این به وسیله روح القدسه که خدا میاد سکونتی پیدا میکنه و میخواد با ما راه بره. این راه رفتن با خداست در همه قسمت‌های زندگی ما که ما تنها نیستیم، احساس تنهایی نمی کنیم و همینطورم اوست که ما رو در تمام راه هم هدایت میکنه. یعنی ما یک کسی رو داریم که 24 ساعت با ماست، فقط ما آگاه نیستیم و باور نمی کنیم. همینطورم اول قرنتیان باب 3 آیه 16 میگه آیا تشخیص نمی دهید که معبد یا هیکل خدایید و روح خدا در شما ساکن است؟ کی است که این آیه رو خونده؟ میگه که تشخیص نمی دید؟ یعنی پولس میگه که هنوز متوجه نشدین؟ نمیدونین این بدنی که شما دارین هیکل روح القدسه؟ الان روح القدس اونجا ساکنه، سکونت پیدا کرده، با تو زندگی میکنه، مثل محبوب توست که آمده در نفس تو، در قلب تو، در روح تو و میخواد با تو ملاقات داشته باشه. آیا هنوز متوجه نشدید؟ تشخیص نمیدید؟ به این خاطر بعضی وقت که ما دعا میکنیم اونقدر دعایی میکنیم ای خدا کجا هستی، نمیدونم من رو ترک کردی، اینو کردی، اونو کردی، من گناه کردم الان از من دور شدی، نمیدونم هزار تا چیزهایی ما صحبت میکنیم، مثل اینکه الان روح القدس مثل توی کاروانسراست همونیتون میاد میره میاد میره اونجا. نه، در تو تا ابد خواهد موند. مهم اینه که آیا واقعا تو هم دوست داری با در این ملاقات، با این مشارکت اینجا زندگی کنی و باورم میکنی که اون شخص سوم تثلیث شخصیت داره. هفته گذشته این از این صفتهای شخصیت عیسی مسیح اینجا روح القدس صحبت کردیم. یعنی پولس اینجا میگه که منبع زندگی شما در شماست یا چشمه حیات در شماست و شما هنوز متوجه نشدید. ما منبع یا چشمه زندگی را در خودمون داریم و آن را درک نمی کنیم و رابطه با اون نداریم و خداست که در این زمان نمیخواد الان ما رو نصیحت کنه، بلکه میخواد تشویق کنه، میخواد چی میگن کنجکاو کنه که بگه که منو بطلبید، حضور منو بطلبید. تو پر از کمبودی، تو پر از خلاهایی در تو هست، یا پر یا کمتر، چیزی که تو احتیاج داری من هستم، حضور منه که زندگی تو رو بارور میکنه.
در رومیان باب 8 اینجا میگه که با آیه 15 و 16 از آن رو که روح بندگی رو نیافتید تا باز ترسان شوید، بلکه روح پسرخواندگی رو دریافتید که به آن ابا یعنی ای پدر ندا میکنن. همان روح یا روح القدس رو روح قدوس خداست که بر روحهای ما شهادت میده که ما فرزندان خدا هستیم. یه کسی که اینجا میگه که من مطمئن هستم من فرزند خدا هستم، پس مطمئن باش روح القدس بود که به روح تو داده تو فرزند من هستی، فرزند آبا هستی. او گفته، یک روحی نیست که آمده فقط یک مثل یه باد یه کاری انجام بده. همینطور هم که زمانی که ما رابطه داریم با هم دیگه چی میگی؟ میگی مثلا دوستت دارم، یا این دوست داشتنه که زمانی که ما میگیم و اون شخص که دریافت میکنه میده که واقعا مثلا شوهرم یا آلبرت منو دوست داره. یعنی این صدایی هست که میشنوه و روحهای ما صداهای روح القدسه که ثبت کرده در ما که ما فرزندان خدا هستیم. زمانی که من میدونم من فرزند خدا هستم، پس میدونم حیات جاودانی رو دارم. این ثبت شده در قلب من به وسیله روح القدس. و فقط ما چون اطلاع زیادی نداریم و زمانی که میایم توی کلیساها بعضی وقت چیزایی میشنویم، همین مثل هفته گذشته گفتم در مورد قدرت خدا یا آتش خدا میشنویم و اصلا نمیدونیم چه چیزایی است. فکر میکنیم یه چیزای عالیه، آتش چیز خوبیه، پس آتش رو برداریم. فقط آتش معمولا آتش میاد اونجا جدا میکنه تو رو از تمام افکار جسمانی، جدا میکنه، به تو قدرت میده که بتونی درست مقدس زندگی کنی. درسته یا نه؟ فقط ما بعضی وقت هست که آگاهانه یه چیزی میگیم روح القدس بیا با آتشت من رو پر کن، یا فقط روح القدس هم نخواهد آمد چون تو نمیدونی چی دعا میکنی. اگه همینطور میاد اونجا دمت سکته قلبی میکنی، میفتی زمین میمیری. خدا چشمشو میپونه میگه اصلا هنوز نمیدونه آتش چیه، دعای او رو جواب نمیدم، به خاطر خودش جواب نمیدم. پس باید نگاه کنیم عزیزان، روح القدس یک مأموریتی داده. خدا عیسی مسیح پدر آسمانی ما روح القدس رو فرستاده برای یک مأموریت. و مأموریتش چیه؟ نه فقط تو رو، عیسی مسیح تو رو نجات داد، عیسی مسیح با خونش تو رو چیز کرد، چی میگن؟ پاک کرد، قلب تو رو از تمام گناهاتون، از گناه آلود پاک کرد، از انسانیت کهنه که زمانی که تعمید گرفتین جدا کرد. همه چی رو انجام داد برای چی؟ که روح خدا وارد بشه. و زمانی که روح القدس وارد شده یک مأموریتی داره. کجا؟ چه مأموریتی داره؟ تو رو ببره توی تخت در دست و راست پدر، اونجا بشینی حکومت کنی. مأموریت روح القدسه. برای این روح القدس خداوند فرستاده برای ما. او برای یک مأموریتی آمده، یک هدفی داره. و جالب خوبیه اینه که من اینطوری نگاه میکنم، میگم که خدا عیسی مسیح با لطف و مهربانی خودش و فیض خودش رو یک معلم خصوصی برای من فرستاده. میای دوچ کورس بخونی، باید بری توی چیز، توی کلاس. اونجا 20 نفر هستن، 25 نفر هستن، اصلا به نوبت تو نمیرسه زمانی که میخوای. فقط الان خدا میگه که من برای تو شخص سوم تثلیث رو میفرستم برای تو، اون فقط و فقط برای توست. یک معلمی داری که 24 ساعت با توست، یک معاونی داری که 24 ساعت پیش توست، یک تسلی دهنده ای داری که 24 ساعت با توست. و مأموریت همینطور که میگم، خواهش می‌کنم اگه یه چیزی امروز یاد گرفته باشین، حداقل اینو یاد بگیرین که روح القدس آمده تو رو برای تخت در دست راست پدر پسر که اونجا آماده شده برای تو آماده کنه که یک روز این تاج عدالت روی سرت گذاشته بشه که بتونی با عیسی مسیح حکومت کنی. برای این روح القدس آمده، یک مأموریت داره. به این خاطر میبینیم که روح القدس صحبت میکنه، تعلیم میده. این میگم که این معلم خصوصی،
یعنی خدای خصوصی میتونم بگم، اون عیسای خصوصی که کنار توست، هیچ کسی نمیتونه از تو برداره. من دارم، آرش هم کنارش داره، نسرین هم داره، حمید هم داره، پوریا تو داری؟ پیوری هم داره، رسمین؟ یک معلم، یک کسی هست که کنار تو هست، فقط برای تو داده شده، گفته این مال توست و اینو به تو میدم، گوش کنی، تعلیم پذیر باشی، اطاعت کنی، او تو رو میبره در دست راست عیسی مسیح روی تخت بشینی، اونجا حکومت کنی. پاستور تو رو نمیبره، پاستور خودش باید گوش کنه به روح القدس. روح القدس صحبت میکنه، تعلیم میدهد، هدایت میکنه تو رو، از آینده پیشگویی میکنه، به تو تسلی میده زمانی که افتادی، شفاعت میکنه، به تو کمک میکنه زمانی که افتادی، تفیض میکند، شفا میدهد. اگه بعضی وقت مریض هستی، بعضی وقت جاهایی قرار گرفتی، گواهی میدهد، مانع میشود، تو رو به کار میبرد، عطاهایی که هست احتیاج داری به تو میبخشد، به تو قدرت میده که بتونی بایستی، از تمام شرم و چیز آزاد میکنه، از تمام ترس انسان آزاد میکنه، تو رو تقدیس میکنه، او خدا رو به ما، به تو میشناسونه و به شناخت خدا میرسونه. همه چیز کار روح القدسه و کنار توست 24 ساعت. یک معلمی که برای تو مخصوصا خصوصی داده شده. چقدر تو با او ملاقات داری و چقدر اجازه میدی او تو رو هدایت کنه. همون پنجشنبه بود که نسرین هم در مورد این دوم قرنتیان باب 13 آیه 13 یا 14 نوشته، میگه که فیض عیسی مسیح، خداوند و محبت خدا و شراکت روح القدس با جمعی شما باد. خواهش میکنم میتونیم اونجا گوش کنین، تعلیم هایی هست که همه چی مربوط به این مشارکت با خدایی که بتونیم داشته باشیم. و در این مشارکت عزیزان، اینو باید ببینیم، این در این مشارکت که شما رشد میکنی یا ما رشد میکنیم، در با این راه رفتن ما رشد میکنیم و به شناخت خدا میرسیم. زمانی که من با نسرین قبل از اینکه شاگرد من بود، بعضی وقت همدیگه رو میدیدیم و خیلی چیزایی از ما آشنایی، یعنی از طرف شخصیت و رفتار و اینطوری چیزایی آشنا میشدیم با همدیگه. فقط از زمانی که با هم ازدواج کردیم دیگه با هم راه میریم، در همه بدی خوبی، در همه قسمت ها آشنا شدیم، توی این سفر زندگیمون آشنا شدیم. عزیزان، مهمترین کسی که تو احتیاج داری روح خداست که با توست و باید تو آگاه داشته باشی او آمده تو رو در این زندگی روزمره تو هدایت کنه، با تو مشارکت داشته باشه و در تمام سختی ها، در تمام جاهایی که سوال داری در یا مشکلایی هست، تو رو هدایت کنه. به این خاطر فکر میکنم روح القدسه که میخواد ما رو یادآوری کنه، یا عیسی مسیح میخواد یادآوری کنه که برای چی روح خودش رو برای ما فرستاده. و چون ما آگاه نیستیم از روح القدس، چون روح خدا رو عنوان شاید فقط یک قدرتی میبینیم، فقط یک کسی میبینیم که از میتونیم خیلی راحت هم سوء استفاده کنیم، روح القدس بیا اینو بده به من، نمیدونم چرا روح القدس بنا اینطوری چیز نمیکنه، دعای منو جواب نمیده، تقصیر رو میندازیم پیش عیسی مسیح و از روح القدس فقط میخوایم قدرت به ما بده که بتونیم زندگی خودمون رو انجام بدیم و نیازهای خودمون رو به وسیله روح القدس بتونیم به اون نیازهای خودمون رو برسونیم. و این تمام چیزای فکرای اشتباهه. به این خاطر مسیحای زیادی هستن که اصلا از ایمان افتادن، چون هنوز نمیدونن، هنوز آگاه نیستن به اون گنجی که خداوند به ما بخشیده. و در این زمان آخر، مخصوصا در این زمان آخر، واقعا احتیاج داریم به این مشارکت، چون هیچ کسی عزیزان، هیچ کسی نمیتونه تو رو نگه داره در این زمان. تنها روح خداست که میتونه تو رو هدایت کنه. صمیمیترین شخصی که در این دنیا نمیتونه مواظب زندگی تو باشه.
من نمیتونم مواظب نسرین باشم دورش بچرخم دایما چه اتفاقی می چه اتفاقی نیفته، یا دختر من یا پسر من یا هر کسی. این روح خداست که ما رو هدایت میکنه در همه کارها. اوست که حافظ زندگی من باید باشه، و در زمان خطر، در زمان فشار هاست که باید صدای او رو بشنوم، روح خدا به من چی میگه. چون ما روح القدس رو نمیشناسیم، به این خیلی راحت هم میتونیم کفرم بگیم. هفته گذشته در مورد صحبت کنیم، علیه او مقاومت کنیم یا داد بزنیم، فریب دادیم، بهش هم دروغ بگیم، او رو امتحان کنیم، بی‌حرمتی کنیم، محزون کنیم، یا بگم که غمگین کنیم و ناراحت کنیم. چون ما اطلاعی نداریم چه شخص سوم، چه خدای کنار ما هست. زمانی که عیسی مسیح میخواست وارد اورشلیم بشه، درد آمد، گفته ای اورشلیم، ای اورشلیم، کاشکی میدونستین چه چیزی برای تو خوب بود، فقط شما نخواستین. یادتون هست؟ درد داشت، درد داره. روح القدس درد داره زمانی که نگاه میکنه چه چیزی میتونه به تو ببخشه و تو اهمیت به این چیزای نمیدی. و چقدر ما دل خدا رو، دل روح القدس رو میشکنیم، یا ناراحت میکنیم، یا غمگین میکنیم. در زندگی میبینی که در اعمال رسولان باب 7 که اینجا در مورد در مورد 5 که در مورد هانانیاس و سفیرا، این داستان رو فکر میکنم میشناسین. اون زمان خیلی حساس بود، روح القدس اونجا خیلی قوی کار میکرد، و چطور هانانیاس و سفیرا هنوز روح القدس اونقدر زیاد آشنایی نداشتن، نجات پیدا کردن و الان با هم معامله کردن، یه شروع کردن به دروغ گفتن. یا این داستان رو خودتون میتونید بخونید. و بعد از این آمدن پیش پتروس، یه دروغی بهش گفتن، و اونجا پتروس یا روح القدس اونجا ملزم کرده بود یا به پتروس گفته بود که واقعا این افراد دروغ میگن. و بعد از اینم پتروس گفته آیا نمیدونین که زمانی که این دروغ رو گفتین، به من دروغ نگفتین، به خدا دروغ گفتین. زمانی که به روح القدس دروغ میگیم، به خدا دروغ میگیم. به این خاطر اونجا سکته قلبی کردم، فکر میکنم سکته کردن، و هر دوتاشون زن و شوهر افتادن و مردن. در قرن اول اینطوری باید نگاه کنین، روح خدا خیلی قوی کار میکرد، و افراد فقط و فقط چون اونجا کتاب انجیل رو نداشتن که انجیلشان را هدایت کنه. انجیل تقریبا 300 سال، 300 خورده ای سال بعد چیز شد، کانون به وجود آمد. اونجا فقط به وسیله روح القدس باید زندگی میکردن، حتی عتیق رو داشتن، ولی روح القدس باید هدایت کنه. همینطور هم این رسولان هم باید روح القدس رو گوش میکردن، به روح القدس اعتماد میکردن و اجازه میدادن روح القدس حرکت کنه. و اونجاست که حتی استیفان که زمانی که او رو برداشتن، و او که مردی بود که پر از روح القدس، حکمت و شهادت عالی داشت، و گیر دادن به او، چون واقعا با قدرت اونجا صحبت میکرد. چون روح القدس که زمانی میاد و شناخت پیدا میکنین، اونجا هم قدرت میگیرین که دیگه از انسان تر، نه، از آزاد بشین، از انسان ترسی، یعنی خدا ترسی اینجا قرار میگیره. و جالبش اینجا زمانی که جلوی این فریسی ها و این کاهنان اینجا آمده و میگه که ای گردن کشان که دل و گوش نامختونید، درسته؟ نامختونید، شما پیوسته با روح القدس مقاومت میکنید. دائما روح القدس میخواد به شما نشون بده دائما مقاومت میکنین، دائما میجنگین، چنان که پدران شما همچنان شما. و اینجاست که عزیزان، امروز این احساس رو دارم، یا این چیز رو متوجه شدم که روح القدس میخواد اول این کنجکاوی رو در قلب ما به وجود بیاره که واقعا میخوایی، مثل اینکه روح القدس اینجاست میگه که میخوای با من آشنا بشی، میخوای رابطه با من داشته باشی، اصلا دنبالش هستی، الان ارزش دارم برای تو یا نه.
فقط خودش واقعا مثل جنتلمن کنار میکشه، صبر میکنه چه پاسخی ما میدیم. بعد میگم که چون ما اطلاعی از روح القدس نداریم، هر جایی هر طوری که ما زندگی میکنیم فکر میکنیم خدا نیست، خدا نمیبینه. و همینطور هم که گفتم روح خدا رو ما میتونیم چه کار کنیم؟ محزون کنیم، یعنی بشکنیم، یعنی غمگین کنیم. اینو میتونیم یکم کمتر کنیم که سردم شد یا خاموش میتونی بکنی؟ یه داستانی بود که خودم توی جلسه توی سمینار نوجوانانم یا سمینار سالیمم اونجا گفتم. من یه تجربه‌ای داشتم، زمانی که تقریبا دو سه سال چهار سال بود که ایمان آورده بودم به عیسی مسیح، و یه مکانی کار میکردم برای سالمندان. اونجا امبولانت کرانکنفلیگه، یعنی سالمندانی بودن توی خونه ها. من میرفتم اونجا مثلا کار پزشکی نمیکردم، بلکه بیشتر مثلا خونه رو تمیز میکردم و همینطورم میرفتم اونجا خرید میکردم به ایشان، یا بعضی وقتا ایشان رو باید میبردم اداره و کمک میکردم در این قسمت. و یک زنی بود که اونجا خیلی خودشم یه زمان خیلی معروفم بود، فقط دیگه پیر شده بود، سوسیالیست شده بود، افتاده بود اونجا. و یک روز بود که گفته که میتونی منو به وونونگس آمت اونجا، نمیدونم پولی کمی داده بودن یا بیشتر میخواد تقاضا کنه بیشتر بهش بدم، بلکه به هر حال به من گفته که میتونی به من کمک کنی و ما رو اونجا به این اداره ببری. منم گفتم مشخص خدمت من اینه که، و خودشم چون مشکل چیز داشت، مشکل رفتن داشت، من باید به هر حال او رو اینطوری حمل میکردم، یعنی میچسبیدم با او که هدایت کنم، یعنی اینطوری ببرم. به هر حال زمانی که رفتیم توی این اداره، یه زنی خیلی میتونم بگم اینطوری پررو بود و خیلی مغرور و خیلی داد میزد و شکایت میکرد، رفتارش یعنی شخصیتش خیلی بد بود. و به هر حال منم همینطور چسبیده بودم. بعد از این رفتیم تا پیداش کردیم اونجا، نشستیم اونجا وارتسیمر هم نشستیم و شروع کرد همینطور بد صحبت کردن و این چیه الان نمیدونم باید دوباره صبر کنی من اینطوری هستم. بعد از این به من گفته که بریم الان اونجا درو بزن بزنیم بریم تو. گفتم حالا ما صبر کنیم. گفتم نه من میخوام برم. منم کاری نمیتونستم انجام بدم، باید با او میرفتم، یعنی درو میزد. بعد از این میرفت تو و اون شخصی که اونجا نشسته بود گفته خواهش میکنم از اینجا رد بشی. بعد از این دوباره شروع کرد به اینطوری فوشهای بد زدن. منم همینطور چسبیده بودم به او یا کمک کنم. بعد از این آمدیم دوباره نشستیم، دوباره شروع کرد نمیدونم چه فوشهای چه بد رفتارهایی کردن. من اونجا فقط اونجا چسبیده بودم، اونقدر خجالت میکشیدم، آبرومو میرفت، چون افراد نمیدونستن که من فقط کمک این شخص هستم، بلکه فکر میکنن با اون با هم یک هستیم. واقعا این احساس رو کردم، خیلی بد بود. یعنی واقعا اون روز زمانی که برگشتیم اونقدر کوبیده بودم، یعنی گفتم فقط این زن رو بذارم خونه فرار کنم. و زمانی که تو آسانسور بودیم میخواستیم بریم بالا، فقط من همینطور سرم هم انداخته بودم پایین، دیگه هیچ قدرتی در من نبود. و یه خودش هم اونجا متوجه شد و گفته بود خیلی بد بودم. من گفتم بله، خیلی بد صحبت کردم. گفتم بله. بعد از این بردم خونه، اونجا نشست، منم روبروش هم همینطور نشستم، منم خواستم زود آماده کنم برم، و یهو به من گفت خواهش میکنم منو ببخش، من خیلی بد رفتار کردم، من خیلی تو رو رنجوندم. و واقعا اونجا دیدم که با تمام قلب، خودش ایماندارم نیست، با تمام قلب عذرخواهی کرده از من. زمانی که واقعا دیدم که عذرخواهی میکنه و واقعا با تمام دل، یک شادی در من قرار گرفت، یک واقعا میتونم بگم مثل یک خوشحالی بود که قبل از این نداشتم، یک خوشحالی بود. بعد از این
شروع کردم و خونه رو تمیز کردم، شیشه‌ها رو پاک کردم، یعنی از خوشحالی شروع کردم این تمام کارا رو انجام دادن. بعد از اینکه خونه رو ترک کردم می‌خواستم برم، همونطور آسانسور بود که می‌رفتم پایین و روح القدس اونجا صحبت کرد، گفته که همون دردی که تو کشیدی من می‌کشم با افرادی که ایماندارایی که در گناه زندگی می‌کنن. این درد رو تو کشیدی، تو میخواستی فرار کنی، تو خجالت کشیدی. همون دردی هست که من میکشم زمانی که فرزندان من رو توی گناه خودشون میبرن، بد رفتار میکنن، اینطوری هست که منو محسون کردن و منم نمیتونم جدا بشم. روح القدس نمیتونه جدا بشه از من، میگه من تو رو ترک میکنم. بلکه اونجا اولین باری بود که واقعا با تمام وجودم درک کردم درد روح القدس. و خدا بعضی وقت به ما این چیزها رو نشون میده که درکش کنیم. هر گناهی کوچیکی انجام میدیم، هر حرفی بدی که ما میزنیم، هر فوشی میدیم، ما فراموش میکنیم روح خدا کنار ماست، مثل که خجالت میکشه. این فرزند منه، حیات جاودانی رو دارم، خون مسیح بازخرید شده، چرا باید اینطوری رفتار کنه؟ داوری نمیکنه، محکوم نمیکنه، بلکه کنار میکشه. کنار میکشه، منظور من اینه، نه اینطوری از تو رو رد میکنه، بلکه واقعا درد میاد. و زمانی که خدا اینطوری نشون داد، میدونی بعضی وقت احساس میکنیم خدا اصلا هیچ دردی نداره، فقط اونجا خدایی هست که دستور میده و همه کارا رو انجام میده. نه، خدا درد داره. عیسی مسیح خودش هم همینطور گفتم، زمانی که اورشلیم رو دید درد داشت، گریه کرد، گفته ای کاش میتونستی، برای تو چه چیزی خوبی بود، فقط نخواستی. و زندگی ما عزیزان، در یک زمانی ما زندگی میکنیم، روح القدس میخواد ما رو کمک کنه، میخواد ما رو هدایت کنه، میخواد در همه قسمت‌های زندگیمون نفوذ داشته باشه که کمک کنه، نه جلوی زندگیت رو بگیره، بلکه درهای برای تو باز کنه که بتونی بیشتر و بیشتر رشد کنی. در همه موقعیت‌ها، مشکلایی که قرار میگیریم، فشارا، یا میخوایم تصمیم‌هایی بگیریم برای زندگی خودمون، روح خدا تو چی میگی؟ من آمدم تو رو جستجو کنم. یک بار مصرف هم نیست که هر موقع که روح القدس رو میذارم تو خونه و هر موقع که من تو مشکل برخوردم میرم اونجا در رو میکوبم، میگم روح القدس تو الان در مورد این چی فکر میکنی؟ صحبت نخواهد کرد، چون تو عادت به صداش نداری. متوجه هستین؟ عادت به صداش نداری، به این خاطر هم صحبت نمی کنه، چون نمیتونی بفهمی. و روح القدس هم میتونه از طورهای دیگه، نه فقط به صدا، میتونه از چیزهای دیگه هم میتونه با تو صحبت کنه. چقدر این آنتنهای تو بازه برای روح القدس، چقدر واقعا او رو میخوای بشنوی. روح القدس هم با تو هم صحبت نخواهد کرد اگه زوویزو خودت دیگه تصمیم گرفتی کدوم راه رو بری. زمانی که یک راهی هست، دست چپ و راست، و تصمیم گرفتی چپ بری و بگی روح القدس به من نشون بده کدوم راه رو برم، خدا صحبت نخواهد کرد، چون تصمیم گرفتی چپ بری. خدا من این زن واقعا زن آینده منه یا نه؟ خواهش میکنم بگو بله، نمیخوام نه رو بشنوم. او میخنده. یا بعضی هستن که به هر حال، خیلی ها توی کلیسا همون شنیدم، رفتن ورشکست شدن، همه چی خراب شده، بعضی این گفتن واقعا پاستور دعا کردم، من دعا کردم رفتم. گفتم اوکی، دعا کردی رفتی، اصلا گوش کردی او چی گفته؟ ما این متاسفانه این روش رو ما یاد گرفتیم.
خودم ازت خواهش میکنم الان میرم اونجا، تو الان با ما بیا و تو راه رو باز کن، تو مغازه رو یا هر چیزی که از الان همه چی رو تو آماده کن. بعد از این میری شکست میخوری، آخرش هم میگی من دعا کردم، شاید تقصیر روح القدس. چرا خداوند بعد از این شما شروع میکنی به جنگیدن با روح القدس یا با عیسی مسیح؟ درسته؟ چرا خدا اجازه داد؟ در من اتفاق افتاد، در منم اتفاق افتاده بود. من دعا کرده بودم، چند سال پیش بود، یک کاری بود که یه تجارتی بود که دعا کردم، همه چیزم کردم، اون شبان واقعا همه چیز درست کردم، فقط گوش ندادم. چون قبل از اینکه گفته بودم خدا من الان واقعا یه درهایی باید در مورد اقتصاد باید باز بشه، و به هر حال یهو چند تا چیزای عالی نزد من آمد و من فکر کردم این خداست، و همینطور چیز کردم، گفتم خدا رو شکر خدا این در رو باز کرده، از اینجا پولم آمده، از اینجا پس خداست، رفتم. فقط گوش نکردم به روح القدس، و اگه هم میخواستم گوش کنم اون موقع هنوز این صدا رو، هنوز این حساسیت رو ندارم، هنوز با این صدای روح القدس آشنا نشده بودم. یعنی با روح القدس زندگی کردن عزیزان، یعنی آشنا شدن، اینطوری به شما بگم، آشنا شدن واقعا به شما بگم. امروز مطمئن هستم روح القدس، امروز صبحم که دعا کردم احساس کردم خدا میگه که من میخوام امروز قوم خودم رو بیارم پیش من، و میخوام کسانی که واقعا با تمام دل میخوان با من آشنا بشن، میخوام این فرصت رو به ایشان بدم. شاید امروز بار اولی که این چیزا رو میشنوین در مورد روح القدس، که روح خدا، اشتیاق روح القدس اینه که با تو ملاقات داشته باشه، مأموریت خودش رو در زندگی تو انجام بده. گوش میکنی؟ مأموریت خودش رو انجام بده. برای مأموریت اینجا در قلب تو ساکن شده، تو رو تقدیس کنه، پاک کنه، آماده کنه برای پادشاهی خدا. از تو یک، شاید بگم با این جیت که شاید بهتر بفهمین، از تو یک عروس مسیح بسازی. شاید این بیشتر تو قلب تو صحبت کنه. شاید بگی که تخت رو تخت نشستن سن دوباره تخت نیستن. باشه، تخت نیستی، برحال میخوای عروس عیسی مسیح بشی؟ میخوای؟ این شاید بیشتر تو قلب تو صحبت کنه. پس مأموریت روح القدس اینه که تو رو هدایت کنه. منظور این نیست که خدا نیازهای خودت رو نخواهد داد، چون کلام خدا دوباره یه جایی میگه که پدر آسمونی میدونه که شما چه چیزایی احتیاج دارین، موهای سرتون شمرده هست، همه چی رو میدونه. خدا نمیگه که همه چی رو معنی، همه چی رو بگذار فقط روحانی، نه. زندگی با روح القدس عزیزان، راه رفتن با روح القدس معمولا ورداریم آسونترین راهی است، و اما مخصوصاً که با روح زندگی کردن حتی از شریعت کلن آزاد میشی، چون روح تو رو هدایت میکنه. تو کلام در رومیان باب 8 آیه فکر میکنم 17 نوشته، آنهایی که روح القدس هدایت میکنه اونها پسرای خدا هستن، نه فرزندان، پسران خدا هستن. یعنی افرادی هستن که دیگه بالغ شدن، روح هدایت میکنه. و اکثریت کلیسا روح هدایت نمی کنه، خودشون میرن و روح القدس باید دنبالش بدوه. چند مدتی که در مورد بیداری که فکر میکنم، معمولا ما اینطوری فکر میکنیم بیداری یعنی واقعا قدرت روح القدس بیاد، آتش خداوند بیاد، یه قدرتی بگیرم، یه حرکت هایی، یه چیزهایی انجام بدم. من هر چقدر فکر کردم دیدم که این اصلا اشتباه است، بیداری نیست. این مثل این که ما دنبال یک چی میگن، الیپنس میگه چی؟ تجربه. مثل یک تجربه هستیم. دیروز ما اینجا جلسه خیلی عالی داشتیم، ملاقات با خدا. خیلی هستن، چند نفری هستن که واقعا ملاقات داشتن، تجربه عالی با روح القدس داشتن. فقط ما با تجربه زندگی نمی کنیم. من دوباره تجربه فقط نیستم، صبح تا شب فقط روح القدس بیاد، هر دفعه رفتم پیش خداوند الان روح خدا بیاد و نمیدم چیزهایی در من انجام بشه، الان میگم من در بیداری هستم. نه،
این فقط یک تجربه‌ای هست که در زندگی روحانی تو اتفاق میفته. من متوجه شدم این عقیده خودم، شاید اشتباه میکنم، نمیدونم شبانه دیگه چه فکر میکنن. برای من اینطوریه که راه رفتم با خدا بیداریه، چون من با خدا از راه میرم و روح القدس صدای او رو میشنوم، او به من میگه و من عمل میکنم، دیگه در آرامش او قرار گرفتم و دیگه هر کاری که میخواد انجام بده به وسیله من میتونه انجام بده. این بیداریه. این فقط تجربه کردن، فقط دنبال احساس هستیم. تقریبا مثل این که الان یه زن و مرد با هم ازدواج میکنن فقط برای سکس. سکس فقط یک بخشی از زندگی زن و شوهری هست. تو نمیتونی 24 ساعت در سکس زندگی کنی بگی آها الان، نه، ملاقات با همسرته، زندگی کردن با همسرته، وسطش هم هست. الان هر چقدر خنده‌دار باشه فقط واقعیتشه. سکس خدا به ما بخشیده، پس سکس زندگی من و نسرین رو خوشبخت نمی کنه، رابطه ما. درسته یا نه؟ نمیدونم در کلیسای ایرانی چیزا رو شاید صحبت نباید بشه سکس، فقط میخوام درست متوجه بشین زندگی ربطی به رابطه داره. من با روح القدس میخوام رابطه صمیمانه داشته باشیم، با او صحبت کنم و بعضی وقت یه جرقه میاد، بعضی وقت یک مکاشفه میاد، بعضی وقت یک ملاقات عالی داره، بعضی وقت یه بوسی میاد از روح القدس. دیروز هم من یه خواهری بود، نمیدونم اینجاست یا نه، یا این ملاقات با عیسی مسیح داشت که چطور عیسی مسیح آمد او رو برداشت، شروع کرد به بوسیدن. پس زندگیش الان این نیست که هر روز بیاد اونجا ببوسه، نه، الان بوسیده، تجربه داشتی، قدرت گرفتی، الان باید این راه رو باید ادامه بدی با این ملاقات با روح القدس. جلسه همینطورم هم چی میگن نوجوانان یا سمیناری بودیم، الان بچه ها آمدن گفتن کی میریم سالیم، کی میریم سالیم. نه، الان سالیم نیست، الان چیزهایی که دریافت کرد، تجربه هایی که به دریافته، الان یاد بگیرین صدای روح القدس رو شنیدن، با اون راه رفتن. گوش میکنین؟ و اینم روزمره. من نمیتونم صدای خدا رو درست تشخیص بدم اگه نه هر روز وقت بذارم برای او. من باید وقتایی بذارم. زمانی که من متوجه شده باشم بهترین و مهمترین شخصی در زندگی ما روح القدسه، پس باید وقتی برای او بذارم که گوش کنم با صدای او آشنا بشم. اگر میخوای در بیداری زندگی کنی بدون روح القدس نمیشه. با تجربه ها بیداری نیست، بلکه با رابطه با روح القدس بیداری به وجود میاد. همینطور که گفتم کسانی که از روح خدا هدایت میشوند ایشان پسران خدا هستند. من میگم پسران یعنی کسانی که دیگه عاقل شدند، کسانی که واقعا دیگه مشارکت با خدا دارند و همینطور هم شخصیت مسیح در ایشان قرار گرفته. و این است که خداوند ما رو امروز هم دعوت میکنه عزیزان که امروز خودمون رو تفتیش کنیم و ببینیم که چقدر با خدا، با روح القدس، اول چه شناختی الان از روح القدس داشتیم، چه فکری داشتیم، اصلا شاید اصلا هیچ فکری نگردیم. دوم اینه که آیا واقعا میدونی هیکل بدنهای شما هیکل روح القدسه؟ اونجا روح خدا مسکن روح خداست که اونجا روح القدس اونجا آمده در تو ساکن بشه و با تو راه بره. شاید اینو نمیدونین، الان امروز میدونین، الان متوجه شدین. سومین چیز، چقدر واقعا این شخص سوم تثلیث و این روح القدس رو با زندگی خودت، با رفتار خودت محسون کردی، یا همینطور هم دلش شکوندی، یا مقاومت کردی، یا از او سوء استفاده کردی. حالا شاید هم مطمئن هستم چیز آگاهانه این کارو نکردی، چون اصلا اطلاعی نداشتی این کارو رو کردی. بعد اگه میخوای با روح القدس آشنا بشی، و امروز هم مطمئن هستم روح القدس هدایت کرده و میخواد، یعنی خودشو معرفی میکنه که بیشتر این امکان رو به شما بده که الان از امروز به بعد میتونی به من ملاقات داشته باشی، من چیز
به شما کمک خواهم کرد، همه کارا رو او خواهد کرد که بتونی به آشنایی به روح القدس برسی. فقط و فقط به وسیله اول توبه هست، بازگشته که خداوند واقعا روح القدس واقعا تو رو بی حرمتی کردم، واقعا از تو سوء استفاده کردم، واقعا از هیچ اطلاعی از تو نداشتم، فکر کردم تو فقط قدرت هستی و تو شخص سوم تثلیث هستی، قلبتون رو شکوندم، هر چیزایی که الان هست. و زمانی که تو میخوای با تمام دل او رو جستجو کنی و همینطور وارد یک مشارکت بخش جدید در زندگی تو باشی، اینم با تمام دل، نه فقط با فقط بگم که باشه و که آلمانی میگن ایف زوفس مال، یعنی باشه امتحان میکنم، امتحان همونجا بشین، احتیاج نیست. اگه واقعا تشنه هستی، شاید امروز تشنه نباشه، فقط امروز شاید این چیزا رو شنیدین، الان کسانی هم که تو خونه هستن، یا شاید امروز اولین باری میشنوی، احساساتی رفتار نکنیم، بگیم آها من میرم الان، نه، وقت رو بذار، دعا کن، جستجو کن، واقعا او رو میخوای یا نه، واقعا میخوای روح القدس مهمترین، پرشکوه ترین شخصی در زندگی تو باشه یا نه. اگه بگی که من عیسی رو میخوام کنار من داشته باشم، خدا من میگه که من عیسی رو به تو نمیدم، ولی روح القدس رو به تو دادم، او هادی زندگی تو خواهد بود. و زمانی که واقعا با اون شناخت رسیدیم و واقعا با تمام دل میخواییم، اون موقع هست که میتونیم توبه کنیم، بازگشت کنیم. و بعد از این میخوام دعوت کنم کسانی که واقعا امروز با این کلام خدا با قلبتون صحبت کرده، که این ماسکا رو بذارین و بتونین بیاین جلو، همینطور هم میتونین این یک متر و نیم رو رعایت کنین، بیاین اینجا. مثل قدم هایی هست با این دید به شما میگم، مثل این که روح القدس اینجا قرار گرفته، اینطوری که امروز صبح خداوند به من نشون داد و میخواد بگه که آیا کسی هست اینجا میخواد به شناخت من برسه و همینطورم میخواد با من وارد یک بخش جدید، ملاقات جدید بشه و ما رو شروع کنه به شناختن. و این شناختنم هدف داره، این شناختن یعنی که روح القدس، این ماموریتی که تو داری که منو آماده کنی برای عروسی یا برای چیز، من پاسخ رو میدم، من واقعا میخوام. احتیاج روح القدس به هیچ چیزی نداره، احتیاج هم نیست کارهای خوب خودت رو بیاری، نمیدونم و خدمت های تو، هیچ چیزی احتیاج نداره، فقط قلبی که واقعا میخوای بگی که واقعا من اشتباه کردم، من اصلا هیچ اطلاعی نداشتم، فقط امروز واقعا میخوام یه قدم بردارم توی بخش جدید، توی بُعد جدید، من میخوام تو رو بهترین، مهمترین، با ارزشترین شخصی در این دنیا ببینم و با تو مشارکت داشته باشم. این کلام خداست برای امروز و اینجاست که روح القدس امروز میخواد ما رو دعوت کنه. به این خاطر من دعا دستگذاری و این چیز نخواهم کرد، بلکه ما فقط میریم توی پرستش و توی این پرستش، فقط چیز پرستش ویدیویی پرستش، و اونجا با ایمانم بیاین جلو که واقعا خدا قدم، فارسی ایرانی هم میگن قدم از تو، برکت از تو. الان اینجا برکت نیست، یا خدا به تو برکت نداده، نخواهد داد، چون برکت یافته هستی، فقط قدم از تو، حرکت از تو و بقیه کار دیگه در دست روح القدسه. و باور کنین، قسمت آخر، باور کنین خودش مسئولیت زندگی تو رو برخواهد داشت و اونجاست که میتونی بگی روح القدس الان به من کمک کن، صبحا وقت بذارم و بهترین زمان رو برای تو بذارم، کمک کن خداوند که بتونم در کلام باشم، چون بدون این چیزها اصلا نمیتونی، کمک کن خداوند بیشتر یا وقت رو برای تو بذارم که در کلام باشم، در دعا باشم. اکثریت یعنی بر زندگی من اینطوری بود، اینطوری هست که در دعاست که خدا شروع میکنه به صحبت کردن به روح القدس، که وقتا رو برای بذاری. و همینطور هم در قسمت های دیگه، الان توی مشکل های قرار گرفتی، وابستگی هایی هست و گرفتاری ها هست، اینجاست که جستجو کن و بگو که روح القدس در این قسمت، من مشکل دارم،
الان هر چقدر هم نمیشنوی صداشو، باور کن که او به تو کمک خواهد کرد. شاید یک ماه، دو ماه، سه ماه طول بکشه، باور کن. زندگی ما باور و اعتماد کردنه. آمین. باران رحمت خدا هم الان هم میریزه، اینم نشانه خداست که خدا اینجاست، روح القدس اینجاست. من شکی ندارم روح القدس اینجاست و صدای شما رو، صدای قلب شما رو خواهد شنید، طبق اینم جواب خواهد داد. خوب میشه چشمای خودمون رو ببندیم، یک چیز پرستشی باشه. بعد از این خواهش میکنم زمانی که میایین اینجا با این ماسک بتونیم بیاین اینجا و با ایمان و این یک مترونی هم رعایت کنین. یا خداوند روح القدس، مرسی که تو الان اینجا هستی و به ما این فرصت رو میدی خداوند، و کسانی هم که تو خونه هستن همینطور هم میتونین، اگه واقعا میخواین این قلب رو، این قدم رو بردارین، میتونین هر جایی که نشستین همینطور میتونین پاشین و همینطورین یه قدمی بردارین. نشانه اینه که واقعا منم اونجا هستم که این با این قدم به روح القدس نشون بدین. یا روح القدس ممنون هستیم خداوند، مخصوصا در این زمان آخر خداوند که همه چیز، تمام دنیا، همه چی یواش یواش، همه چی به هم می‌ریزه، تو در حال لرزش دادن این دنیا هستی خداوند. چیزی نمونده برای ما جز از تو روح القدس، و الان کلامی که در قلب من گذاشتی و همینطور هم صحبت کرده، امروز هم تو اینجا هستی که خداوند کلیسای تو رو، این برادر خواهرای عزیز تو رو خداوند، امروز هم با خداوند امکان جدیدی بدی خداوند، که از امروز به بعد روح القدس در زندگی خودشون صبح که بیدار میشن خداوند، تا شب بدونن که این معلم شخصی کنارشه، یک معلم یا خصوصی، یک خدای خصوصی، یک مددکاری خصوصی، یک معلم، یک تسلی دهنده، یک هدایت کننده، یک شفاعت کننده. زمانی که ضعیف هستن تو اونجا کمکش میکنی. خدایی هستی روح القدس که در زمانی که ضعیف میشن قدرت به ایشان میبخشی. در این راهی که میرن تو روح القدس هستی که تقدیس میکنی. ما نمیتونیم خداوند خودمون رو تقدیس کنیم، و مرسی که خداوند روح القدس تو از تک تک ما اطلاع داری خداوند، و همه ما با راههایی که تو برای ما مخصوصا مهمه هدایت میکنی. روح القدس برای این دعا میکنم که خداوند تو الان افرادم که اینجا میان خداوند تو میشناسی، تو میدونی الان کیا خواهن آمد، حتی تو این قدم رو مبارک بسازی خداوند، واقعا بدونن که وارد یه بودی روحانی شدن خداوند، و تو هم تایید کنی روح القدس همینطور که تو قلب من گذاشتی. الان اگه دعا کردیم و خدا با این کلام با قلب تو صحبت کرد، همینطور که آن آهنگی هم که هست که اینجا میشنویم، میتونیم بیاییم بالا، بقیه هم همینطور در دعا باشین. شاید اینجا دیگه خودتونم ملاقات با خدا، با روح القدس دارین، هیچ مشکلی ندارین، فقط همینطور دعا کنین و شفاعت کنین، و همینطور هم روح القدس هم میتونه الان هم با شما هم صحبت کنه. شاید چیزایی هست که مهم، چیزایی هستن که باید بدونی، چیزای خصوصیه، هر چیزی که الان هست. حالا الان دعوت میکنم همینطور که پرستش سرودش شروع میشه، ما میتونیم همینطورم اگه دوست دارین بخونین، و دعوت میکنم میتونیم بیاییم.